صدا من ماهی توی آکواریوم هم گفتم. چرا؟ کلن تمام دخترای ایران، دخترای جهان، هر چقدر خوب باشم باشون، ولی بازم یه ماهی تو آکواریوم میشه. چرا؟ دخترای ایران رو قبول دارم، ولی دخترای جهان چرا؟ همه جای دنیا واسه دخترها یا حقوق کمتر میدن یا یه چیز دیگه حقی میخورن. آره، یه حقی از دخترها رو میخورن. درست، حقمون رو میگیریم. سلام برای بچه اینجا MDN و خوش اومدیم به کانال ما. سلام، خوش اومدی. بهتر بگم درود، خوش اومدی. آقا تو تکلیفتو مشخص کن، یه چی بگو. چون که از سلام درود نمیشه که، یا سلام یا درود. چون که از اول گفتم سلام خوش اومدین، بعد تو میگی سلام خوش اومدین، سلام میگی درود، خوش اومدین به کانال ما. هر چی دوست داری بگو، ما خوش میاییم به کانال شما. MDN. بله، امروز اومدیم با یه قسمت دیگه از اون برنامه‌ای که گفتیم اسمشو می‌خوایم بذاریم دوست داشتنی ها، اون آهنگایی که حال می‌کنیم باهاش، خیلی دوست داریم و بهشون ریاکشن بریم. آهنگ قبلی سلام بود، آهنگی که نگار دوست داشت، و میرسیم به آهنگی که من دوست دارم. یه چیزی بگم، لو دادم آهنگم. یه چیزی بگم، ببین ما گفته بودیم که شما هم دوست داشتنیاتون رو برای ما بفرستید. ما دو تا دوست داشتنی داشتیم، یکی تهم بود، یکی هم مشوره. بچه‌ها به ما پیشنهاد داده بودن توی دوست داشتنی. آره، من دقیقاً پیشنهاد بچه‌ها بود، پس میشه دوست داشتنی شما بود اونا. دقیقاً دقیقاً آهنگایی که خودمون دوست داریم اون که بهش ریاکشن میریم، و شما میتونید تو کامنت ها اون آهنگایی که خودتون دوست دارین رو حتما بنویسین. که توی ویدیوی قبلی دوتا آهنگ بچه ها معرفی کردن که هر دوتا رو بهش ریاکشن رفتیم، و این ویدیو هم حتما آهنگایی که شما معرفی میکنید و دوست دارید بهش ریاکشن میدیم. و ریاکشن که نمیشه گفت، دوباره گوش میدیم و حال میکنیم و میریم آهنگ منو گوش بدیم. توی ویدیوی قبل گفته بودم رانندگی در مستی از شاهین نجفی. و این یکی از بهترین آهنگاییه که من کلن توی پلیلیستم فکر میکنم بهترین آهنگی باشه. خب قبل رفتن، از نظر من قبل رفتن، قبل رفتن تمام آهنگای شاهین قشنگه از نظر تو. از نظر همه، از نظر همه همینطوره. خب خیلی، از نظر همه که نه، خب آها کسایی که دوست دارم، ما که خیلی دوست داریم. قبل اینکه بریم دارم فکر میکنم، قبل اینکه بریم یاد نره کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، لایک، کامنت، لطفا کامنت انگلیسی بزنید بذارید، چون که میریزه، داره میریزه، حتما کامنت انگلیسی بذارید، چون که واقعا دیگه ویو ریختن ویو ندیده بودیم که اینم دیدیم دیگه. داره میریزه. بریم آهنگو گوش بدیم که بزن بریم. هر دفعه گوش میدم انگار همین امروز تازه آهنگ اومده، انقدر واسم جذابیت داره. دم بریم پلیس فتا. نه گشت ارسال. من یه گلایولم که تو این سرزمین نشون، راهم به فبر و سنگ گرامیت میرسم، هر روز به خط میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسم. دردم هزار ساله حافظه، من نخونم تو نمیتونی بخونی. چرا؟ مثل درد حافظه، مثل درد حافظه درمونشم اونیه که کشف رازیه، همونیه که کشف رازیه. آخ گفتی، آخ گفتی، من خوب حفظم. آخ گفتی. دردم هزار ساله مثل درد حافظه، درمونشم همونیه که کشف رازیه. بزر آقا چه سوتی ما دادیم با اون بزرگی اونجا نوشته داشت از حفظ میخوندی؟ به خدا شو از حفظ میخوندی، من اصلا اونو ندیدم. مثلی که سر سپرده عصر حجر شده، با ماست، با نسل ماست که سر سپرده عصر حجر شدیم. واقعا تو این قرن یه عده عصر حجری دارن کار میکنن که ما سر سپردهشون باشیم.
همینه واقعا. زندگی شده تئاتر مزخرف و بچه‌ام به جورهای فراموشی دلخوشن. حرف نداره شاهین، حرف نداره، یعنی همه چیش عالی، پرفکت، کیف میکنم. تو هم که کیف میکنی، تو هم که کیف میکنی. راسکولنیکوف که پیر زن و شک کرد و من با اون تبر فرشتی الهام میکشم، نقص میکنم مثل یه مطری شراب مولوتوفه. آقا چند وقت پیش توی جنگ اوکراین وقتی که یه کارخونه شرابسازی شروع کرده بود کوکتل مولوتوف تولید میکرد واسه جنگیدن، همش این قسمت شعر توی ذهنم بود، یعنی هر وقت این خبر رو یه جایی میدیدم این قسمت میومد تو ذهنم. یه مجرم فراری شدم که تو زندگیش نگیره یه گریز بدون توقفه. دقیقا ماجرای همه همون اینطوریه، این ها مجرم هاییم که همش داریم فرار میکنیم از خودمون، میدونی؟ یه مجرم فراری شدم که تو زندگیش نگیره یه گریز بدون توقفه. ولی وقتی مستی رو داری رانندگی میکنه هیچ فرق نمیکنه، فقط اون رانندگی هست که حال میده. من نکردم رانندگی، تو کردی؟ خیلی لذت. ولی این کار اصلا نکنید، نه اینکه بگم کار درستیه، کار خوبی نیست، خطر کار داره. کاملا غلطیه. نه اصلا خیلی خطر داره، هم به خودتون ممکنه آسیب بزنید هم به بقیه. واسه همین حالا آدم خودش میگه من مهم نیستم، ولی بقیه که مهم من. آره. این کار نکنید. پیام اخلاقی این ویدیو. من مستیم که خوش داره رانندگی کنه، یه ماهی که تو آکواریوم زار میزنه، من ماهی توی آکواریوم توی خودش زندگی. دوباره بگو صدا. من ماهی توی آکواریوم هم گفتم. چرا؟ بلن تمام دخترای ایران، دخترای جهان، هر چقدر خوب باشم باشون، ولی بازم یه ماهی تو آکواریوم میشه. چرا؟ دخترهای ایران رو قبول دارم، ولی دخترهای جهان چرا؟ همه جای دنیا واسه دخترها یا حقوق کمتر میدن یا یه چیز دیگه، یه حقی میخورن. آره یه حقی از دخترها رو میخورن. درست، حقمونو میگیریم. این منو چرا میخوای بزنی؟ آخه تا یه مردی دیگه نزدیکترین مرد منم، میخوای منو بزنی؟ این قسمت ماهی که تو آکواریوم زار میزنه همیشه کاری میکنه آدم بغض کنه، حتی برای هزارمین بار وقتی داری گوش میدی فکر میکنی، فکرشو کن اگه ما تو این دنیا میتونستیم گریه کنیم ولی گریهمون هوا بود، هیچ که متوجه نمیشه، همینطوری میومد و میرفت، چقدر غم انگیز بود، چقدر غم انگیز بود، هیچ که حتی از ناراحتیت با خبرم نمیشد. خیلی دردناک، نه یه ماهی باشی و توی آکواریوم زار بزنی، بعد تو اشکای خودت هم شنا کنی، فکرشو کن گریه خودتو نفس بکشی. نمیدونم دارکش کردم، بریم بقیهشو گوش بدیم. میکنه باید تلو تلو بخوریم زمونه رو بکنم، وقتی که مست نیستی به بنبست میرسی، تو مستی آدم ها دوباره مهربون میشن واقعا. حتی برادرای چیز بازرسی
هستی. ولی به نظر من دروغه. به نظر من برادرای توی بازرسی مهربون نمیشن و من هر کسی رو ببخشم، یه 3-4 باری به ایس بازرسی خوردم و اون شخصا رو هیچ وقت نمیبخشم. هیچ وقت. بازرسی من خیلی هایه کلن اینجوری رو نمیبخشم. مامورهایی که تو ایران بهشون برخورد کردم 99 درصدشون آدم های خوبی نبودن، هیچ وقت نمیبخشمشون. من مهمترین دلیل اینکه دوست نداشتم تو ایران بمونم این بود که هر دفعه با زنم بیرون میرفتم به مشکل برمیخوردم. همیشه یاداشیم بحث میکردیم، یاداشیم ثابت میکردیم زن و شوهریم. حالا این موضوع شاید تو تهران یکم راحت‌تر باشه، ولی تو شهرستان خیلی گیره. خیلی ما تو تهران به یه مشکل خوریم. امیدوارم اون آدم این کلیپو ببینه یا خانوادش ببینه یه چیزی بهش برسه. من تو رو هیچ وقت نمیبخشم. آه همون ماموری که امیدوارم یه روز با چش تو چش بشم بزنم تو سرت. نه خوشونت، نه به خوشونت، هشتگ نه به خوشونت. میدونین ماجرا چیه؟ ماجرا یه چیز رو داره تعریف میکنن. ما از اتوبوس از تهران از شمال اومدیم تهران، همین که از اتوبوس پیاده شدیم نمیدونم یه چیزی دستم بود کردم تو دهنم داشتم میخوردم. اولین روز ماه رمضون بود و من اصلا نمیدونستم، اصلا یادم نبود ماه رمضون اومده. اصلا مسافر بودیم. بعد مسافر بودیم یه دفعه یه آدم عوضی، یه مامور عوضی اومد جلو و بسیار بد دهن، بسیار بد دهن. اینجوری نشد که ببینین چی شد. اصلا عقده داشت، جرأت اینو نداشت وقتی تنهاست بیاد جلو بگه شما چرا با همین، شما چرا دارین میخوره. اصلا توی راست میگی توی... اومد اول قدقد کرد، بعد دید بد باجر بزنم رفت رفیقاشو. گوش بده، اصلا توی جایی که مسافری همه میتونن بخورن، چون دقیقا. مسافری اصلا لزومی نداره تو روزه باشی، همه میتونن بخورن. همه هم داشتن سیگار میکشیدن دور تا دور ما تو فکر کنم داشتی بیسکویت میخوردی، من یه آب میوه دستم بود، یادم نیست دقیق، بس یادم نبود که ماه رمضونه. بعد اصلا عجله ای شده بود که باید میرفتیم کارمون رو انجام میدیم، اصلا تهران هم نبودیم، خیلی عجله ای شده بود، دیر رسیده بودیم، باید خودمون رو به سفارت میرسوندیم. او اصلا وضعیتی بود. بعد دیگه همون شخص کاری کرد که شاید یکی از علت هایی که ما دیر رسیدیم و استرس داشتیم و اینا، همون شخص بود. ما ریجکت شدیم. هیچ وقت اونو نمیبخشم، هیچ وقت. شوخی میکنم، من میبخشم، من شوخی نمیکنم، من میخوام برم بزنم تو سرش. اینجا یوتیوب بعضی حرفا نزن، بسا برم من که نیداش نمیکنم. دیگه سرتون رو درد بردیم، بریم ادامه چه گوشه. اینو بگم، اومد زرزر کرد رفت با یه سرباز، با اسلحه، سرباز هم نبود فکر کنم، درجه دار بود چون لباسش چجوری، رفت بزرگتر چه با اسلحه آورد. بعد ما جالب اینجاست که خودش تنها بود، ما خب نمیدونست ما زن و شوهریم دیگه، مدرک داریم. خوردن و ول کرد، گیر داد که مثلا شما با هم چه نسبتی دارین، اصلا نمیدونی یه حالی ازش گرفته شد. و اونی که اصلا داشت گفت خب اینو واسه چی ببریم اینا رو، گفت مسافرن، زن و شوهرم هستن دیگه، واسه چی بهشون گیر. یه آدم بسیار بیادب بود، یعنی واسه همین بیادبیاشه که میگم هیچ وقت دلم باش صاف نمیشه. و یه چی بگم و تموم کنم این ماجرا رو، خیلی فکر کنم حرف زدیم. خیلی خوشحالم که پسرم در همچین فضای بزرگ نمیشه. یعنی ولش کن، بریم بزن بریم درای توی ایز ماز رسید، میخندن و به دست تو دست بند میزنن. آه اینو نگفتم، تو مستی برادرای اسپازرسی مهربون نیستن، تو چون که خیلی مهربونی همه رو مهربون میبینی. آفرین. آره دیگه، بلا میخندن و به دست تو دست بند میزنن، راه رو برای بردن تو باز میکنن، تو چنگ مورچه ها به سلیمون بدل میشی، قالیچه ها بدون تو پرواز میکنن، راه رو برای بردن تو باز میکنن. انقدر تو مستی با حاله فکر میکنی فرشه قرمز باست پنگرم دیگه، بریم آره. مستی گرفتن؟ ولی خب تو شهر خودم بودم دیگه، همه رو میشناختم دیگه، چی با حال بلم کردم. تو دام مورچه ها به سلیمان بدل میشی، خالیچه ها بدون تو پرواز،
که به یه جرم مشتره اشتاق ضرب پشت تا این 80 ضربه ولی پشت من آشور نزد چون که همیشه پولشو گرفتن. برگرد خونه حتی اگه با خبر باشی تنها دل خودت برای تشور میزنه برای خودت یه گلایونی تو این سرزمین شور راحت به قدر و سنگ گران واقعا همینطوره هر روز به قتل میرسیم. امیدوارم فضا عوض بشه، همه بتونن اونجوری که دوست دارن زندگی کنن و هر روز به قتل نرسیم. انتشار شعله کبریت که وقتی باش بیفته یک کوکتل مولوتوفه یه مجرم فراری شدی که تو زندگیش تغییره یک گریز بدون توقفه ایوال با حال بود عالی 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 مثل همیشه خیلی با حال چی میگم انگار مثلا اولین بار دارم گوش میدم مثل همیشه عالی ولی قبول دارین برای بچی که شاهین گوش میده هر دفعه گوش میدی یه چیز جدید پی میبری یه چیز جدید کشف میکنی مخصوصا آهنگای جدیدتر رو قبول دارین یا نه حتما ممیسیم و همین دیگه چیزی نیست که بخوایم بگیم امیدوارم خوشتون اومده باشه مطمئنم باشه این حال میکنید که الان این روی این ویدیو کلیک کردین و دارین نگاهش میکنین و امیدوارم مارم تم جانم جان دیگه اینا فیلم ها اینا دید گفت جانم به زور میخواد سل بزنه جونه امیدوارم ما هم تحمل کرده باشین و خوشتون اومده باشه از ویدیوی ما هم ما بریم که پسرم دیگه کم کم خسته شده میخنده واسه با انگاری که داره با اون حرف میزنه دقیقا فکر میکنه دارم با اون حرف میزنم چی میگی؟ و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما اونو لایک کنین کامنت انگلیسی فراموش نشه واقعا خیلی داره ویو هامو میپره خیلی زیاد یعنی قبل از اینکه کانالمونو ببندن اصلا ویو ها خیلی بالاتر بود الان به زیر 1000 رسیده نمیدونم چرا خیلی میپره و کامنت انگلیسی رو که گفتم حتما حتما اگه از کانال ما خوشتون میاد یه کامنت انگلیسی بذارین و ما رو سابسکرایب کنین و همین دیگه تا ویدیو بعد خدا یار و نگهدار شما خدافظ تا درود دیگر بدرود